در نخستین مذاکرات بین‌المللی شبکی فرشگر در اروپا تعدادی از اعضای این سازمان برای مذاکره و دیدار با اعضای پارلمان کشور آلمان به برلین سفر کردند. این مذاکرات با نماینده هامبورگ در پارلمان آلمان صورت گرفت که موضوعات مختلفی در آن طرح و به گفتگو گذاشته شد درباره جزئیات این جلسه مشترک با عرفان کسرایی یکی از اعضای فرش به گفتگو پرداختیم جلسه که امروز تشکیل شد با حضور تعدادی از اعضای فرش در پارلمان آلمان به چه جهت بود و چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ ما در این جلسه موضوعاتی که به نظرمون میرسید که در صحنه سیاست ایران در ماهای اخیر ایجاد شده بتونیم سیاست مداران آلمانی رو مطلع کنیم از این تغییرات چون همونطور که مطلع هستید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماهای اخیر به خصوص بعد از دیماه 96 به نوعی بر اساس اطلاعات غلطی هست که اینها از شرایط سیاسی ایران دارند به خصوص بحث تفاوت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان که مبنای اصلی سیاست خارجی اتحادی اروپا و کشور اروپایی هست و ما در این جلسه تلاش کردیم که به سیاست مدانان اروپایی به نمایندگان پارلمان آلمان و تلاش خواهیم کرد در سلسله دیدارها و ملاقاتهایی که در ادامه خواهیم داشت با نمایندگان پارلمان آلمان و کشورهای دیگه اروپایی واقعیتی که در صحنه سیاسی ایران داره اتفاق میفته رو بازنمایی کنیم و به اونها بگیم که بعد از دیماه ماه 96 مشخصا در واقع عرصه سیاسی ایران دیگه گفتمان بین اصلاح طلب و اصولگرا نیست جلسه امروز ما با نماینده هامبورگ بود و در این جمع در این مذاکره ای که صورت گرفت برنامه‌ای برای ملاقاتهای بعدی با سایر سیاستمداران به خصوص کشور آلمان برنامه ریزی شد و محور اصلی بحث ما همونطور که استفاده رو کردیم بیشتر در باره گزارش دقیق و درست از شرایط سیاسی ایران بود گزارشی که تا امروز سیاست خارجی کشور اروپایی تقریبا اونو لحاظ نکردن و اطلاعاتشون بر اساس اطلاعات قدیمی شرایط سیاسی ایران ما سعی کردیم صدای دیگه ای رو بازنمایی کنیم که در شرایط ایران شنیده میشه صدایی که از اعتصابات صدایی که از اعتراضات و تظاهرات شهرهای مختلف شنیده میشه این رو بازنمایی کنیم و به اونها واقعیتی که در میدان ایران اون چی که در میدان سیاست ایران اتفاق میفته رو توضیح بدیم و نه اون چی که مدیا و کارتل خبرنگاران و اون چی که خود جمهوری اسلامی برای غرب توضیح میده در واقع ما روی دیگه سکه که از واقعیت اون چی که در ایران اتفاق میفته رو براشون توضیح بدیم در این جلسه گزارشاتی از اعتصابات اخیر در ایران مطرح شد وضعیت زندانیان سیاسی و شرط مسائل حقوق بشری که در ایران مهمترین چالش ماست و اولویت همه ما مسائل حقوق بشریه و امکانی که اروپا داره با استفاده از روابطی که با جمهوری اسلامی داره حداقل کاری که در شرایط تحریم میتونه انجام بده در تحریم های امریکا اگر مشارکت اروپا رو شاهد نیستیم حداقل کاری که اتحادیه اروپا به خصوص کشور آلمان میتونه انجام بده در این زمینه مسئله فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامیه و پیش شرط کردن رعایت حقوق بشر به عنوان پیش شرط هر نوع روابط تجاری و هر چیز دیگه این خواسته زیادی نیست و در واقع آزادی زندانیان سیاسی و فشار حقوق بشری مبنی بر مراعات حقوق بشر فکر نمی کنم خواسته عجیبی باشه و چیزی باشه که کسی باش مخالف باشه از نظر سیاست بین ملل فرشگت چه اهدافی رو دنبال میکنه و این اهداف چقدر در این جلسه به طور کلی اگه بخواید توضیح بدید چقدر پیش رفته و فکر میکنید و در واقع ابعاد آینده شما چطور ارزیابی میکنید آیا امید دارید به این جلسات یا خیر؟ ببینید شب... در واقع فرشگرد نه حزب سیاسی هست و نه آلترناتیو سیاسی بلکه یک شبکه‌ای هست نه گروه سیاسی که هدف مشخصی برای سیاست آینده ایران داشته باشه بلکه شبکه است از کسانی که حول یک محور مشترک با هدف مشترکی گرده هم آمدن بنابراین هدف ما توسعه این شبکه هست و ارتباط با شبکه های دیگه ای ممکنه تعداد بسیار بیشمار از شبکه های دیگه هم موجود باشه ولی اینکه وجود داره و هدف ما ایجاد اون سرنخ ارتباط بین شبکه های دیگه است و اگر ما این هدف رو بتونیم با استفاده از روابطی که با در واقع دیپلومات های کشورهای مختلف و سیاستگزاران و سیاست کشورهای دیگه برقرار کنیم و اونها رو متقاعد کنیم که به واقعیت میدان سیاسی ایران، صحنه سیاسی ایران و شبکه های سیاسی موجود در ایران توجه کنند ما میتونیم بگیم که موفق بودیم مقدار در مورد واقعیتی که از ازش صحبت میکنید توضیح بدید اون واقعیتی که فرشکت مد نظرش هست ببینید شعارهایی که در دی 96 به این سو داده شد به خصوص در مقابل سردر دانشگاه تهران در اصناف مختلف سندیکاها از رانندگان کامیون گرفته تا کارگران نیشکر هفتپه اشاره مستقیم اونها راجع به بخش زیادی راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. اعتراض اونها به اینکه دشمن ما همین جاست و اینکه در واقع تحریم های آمریکا معلول یک اتفاق دیگه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست که منجر به چنین تحریمهایی شده. بنابراین مقصر رو سیستم مدیریتی فاصل جمهوری اسلامی میدونند. در ایران کارگران و در این حال دانشجویانی که در مقابل سردار دانشگاه تهران شعار میدادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا اشارهشون مستقیما و مشخصا به این بود که صحنه سیاسی ایران آرایش صحنه سیاسی ایران لاقل از دیگه 96 به سو تغییر کرده یک نظر هم اتفاق افتاده که احتمالا شما مبنای سندیت نظر خودتون در این مورد کرد هست قرار دادید کمی میتونید در مورد این موضوع صحبت بکنید احتمالاً تو این جلسه در این مورد صحبت شده آخه. نظرسنجی ما یکی از نظرسنجی هایی است که خب در ماهای اخیر انجام شده نظرسنجی ها به شکل آنلاین مؤسسات مختلفی انجام دادن مؤسسه مرکز ترویج جامعه باز مؤسسه ترویج جامعه باز پروژه ای رو تحت عنوان سنجه راه کرد و در اون پروژه تعدادی از هموطنان ما در این نظرسنجی شرکت کردن و نتایج اون معید این هست که واقعا اون چیزی که ما انتظار داریم از صحنه سیاسی ایران در واقع سخن ما از واقعیت موجوده صحبت ما از اینه که اون چیزی که در نظرسنجی ها تایید میشه همون چیزی که ما صحبت میکنیم ما صحبت خلاف واقع و رویایی نمی کنیم با سیاست مداران اروپایی صحبت از بدنه جامعه ایران میکنیم صحبت از زیر پوست شهرهای ایران میکنیم از دیگه 96 بیش از 100 شهر ایران در اعتراضات مشارکت کردند و بنابراین صحبتی که ما میکنیم صحبتی است از واقعیت بدنه اجتماعی ایران و نه نظر و دیدگاه شخصی خودمون در مورد نظر سنجی که صورت گرفته آمار ارقامی که به دست اومده و اینکه احتمالا آیا آمارهای دیگری هم در حال جمعوری هستید برنامه دارید که نظر مردم رو چه در حالا فضای مجازی چه از طریق های مختلف دیگه بکنید ببینید نظرسنجی که ما انجام دادیم تنها نظرسنجی نیست بسیاری از مؤسسات داخل کشور هم به نظرات مشابه رسیدن و نظراتشون رو در واقع نتایجش رو منتشر کردن بنابراین اون چی که در نظرسنجی ما مشخص شده در نظرسنجی های مستقل دیگه هم نتایج مشابهی به دست آمده و ما تا حد زیادی میتونیم مطمئن باشیم که نتایجی نظرسنجی ها که به خصوص در نظرسنجی ما بیش از 90 درصد از شرکت کنندگان از جامعه آماری 8000 نفره از داخل کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و این در واقع بازنمایی واقعیتی است که در جامعه ایران میگذره و اگرچه که هر نظرسنجی قطعا خطاهای آماری خودش رو داره ولی خب این تنها راه ما برای تصمیم سازی و نتیجه گیری نیست بلکه گزارش های مختلف میدانی و اعتصابات و شرایطی که هر روز در اخبار کسانی که اخبار ایران رو دنبال میکنن میتونن به عینه ببینن معید این هست که ایران در حال تغییر هست و این تغییر هم اجتناب ناپذیره و اگر سیاستمداران اروپایی متوجه این تغییر در عرصه سیاست ایران نشند آینده خودشون رو باختند و در واقع با استفاده از اطلاعات ناقصی که دارند اطلاعاتی که به روز رسانی نشده از چرخه بین المللی روابط با ایران سکولار آینده عقب خواهند موند با توجه به روابط خاص بین آلمان و جمهوری اسلامی در واقع متحدین میتونیم بگیم که متحدین سرسخت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا محسوب میشه احتمالا آغاز این مذاکرات برشی از آلمان بوده و هدفی احتمالا دنبال میکنید برای همین انتخاب ببینید من با این عبارت متحد سرسخت چندان نمیتونم موافق باشم به این دلیل که حتی دولت های اروپایی هم منافع خودشون رو نگاه میکنن و جز منافع خودشون هیچ دغدغه دیگه ای ندارن اونها ایرانی رو میخوان که با ثبات باشه با جمهوری اسلامی بی جمهوری اسلامی برای اونها تفاوتی نمیکنه منافع اقتصادیشون امنیت خودشون رو میخوان و بنابراین اینکه بسیاری از سیاستمداران اروپایی میدونن که جمهوری اسلامی حکومت نرمالی نیست حکومتی است که در منطقه آشوب به پا کرده و مسائل و چالش هایی که همه ما میدونیم در چهل سال اخیر به دنبال داشته اما هدف ما از این که بتونیم با دولت های خارجی با نمایندگان مردم کشورهای مختلف به خصوص در اروپا ملاقات کنیم و واقعیت ایران رو به گوش اونها برسونیم هدفمون رسوندن صدایی است که از ما بلند نشده. نظر شخصی ما نیست. صدایی که در خیابان‌های ایران در صد شهر ایران بذارده 96 شنیده شده و این صدای ما نیست. ما فقط انعکاس دهنده صدای هستیم که از داخل شنیده شده.